المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. سلام و صلوات و درود و رحمت بیکران حضرت حق قدوس جلد عظمته بر حبیب او، خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او، و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المصلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود، عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر، حجت الدهر، امام الزمان، خلیفة الرحمن، شریک القرآن، الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باد، خدمت بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و ارادت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم هر جا که هستید و این برنامه را تماشا می کنید در این روز مبارک و میمون و سعید، انشاءالله سالم و در امان پروردگار عالم باشید. پروردگار عالم قلوب ما و شما را منور به نور هدایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و منور به نور مودت امیر المؤمنین علیه السلام و دوستی آن بزرگوار و محبت آن بزرگوار و دوستی و محبت و مودت اولاد طاهرین معصومینشان سلام الله علیهم اجمعین بفرماید. پروردگار عالم ما را از بهترین منتظرین دولت کریمه آنها قرار بدهد و در ظهور شریف آنها ما را از بهترین انصار و یاران و سربازان و شمشیر زنان آنها قرار بدهد و در دولت کریمه الهیه آنها ما را از بهترین رعایا، بلکه از بهترین ولات و وزرای آن سرور عظیم الشان قرار بدهد. و پروردگار عالم ما را و اولاد ما را بر منهج پیروی امیر المؤمنین علیه السلام و براءت از دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام ثابت قدم حفظ بفرماید. و پروردگار عالم در این روز مبارک و خجسته و میمون، پروردگار عالم اموات ما را مغفرت کند و سلام و صلوات و درود و تحیت و اکرام و بهترین نعمات و بهترین رحمات خود را بر ارواح آنها و قبور آنها نازل بفرماید و دعای خیر امیر المؤمنین علیه السلام و هدایای شاهانه امیر المؤمنین علیه السلام را در این روز نصیب و روزی اموات و گذشتگان ما بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام و به حق امام شهید امام بی کفن حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین که پروردگارا به حق ائمه هدا و به حق پنجتن پاک ترا سوگند می دهیم که صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم 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 صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. پروردگارا فرج مولای ما، فرج آقای ما، فرج سید ما امام عصر علیه السلام را هرچی زودتر و هرچی سریعتر برسان. به آن بزرگوار اذن قیام عنایت بفرما و پروردگارا به آن بزرگوار پیروزی کامل، پیروزی جهانی، پیروزی
جهان شمول، پیروزی سهل و آسان، پیروزی سریع و با هیبت و با شوکت و با عظمت عنایت بفرما. و پروردگارا همان طوری که قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با فتح خیبر به دست شاه خیبر گشا سلام الله علیه شادمان کردی و قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهار علیهم السلام را در روز عید غدیر با تاج پوشی امیر المؤمنین علیه السلام و سلام شادمان فرمودی. پروردگارا وعدت را وفا بفرما و با تاج پوشی حضرت صاحب الزمان علیه السلام و تأسیس دولت جهانی ایشان قلوب اهل بیت علیهم السلام را شادمان بفرما. و پروردگارا دنیا را پر از نور هدایت و نور عدالت و نور انصاف و نور برادری و برابری بفرما. و پروردگارا به مولای ما صاحب الزمان علیه السلام قدرت هرچی بیشتر، سلامت هرچی روز افزون و شوکت هرچی روز افزون عنایت بفرما. عدد شیعیان ایشان را بیشتر بگردان و دشمنان ایشان را نابود بفرما. پروردگارا مقدمات ظهور امام عصر علیه السلام را و وقایع قبل از ظهور امام عصر علیه السلام را و بلاهای قبل از ظهور امام عصر علیه السلام را از برای شیعیان نعمت قرار بده و از برای منکرین امیر المؤمنین علیه السلام شدیدترین عذابت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگارا کسانی که به این شبکه مبارکه کمک کرده اند از اونها قبول بفرما، حوائجشان را برآورده به خیر بگردان و به آنها نظر لطف و کرم و احسان بنما. جمله مؤمنین و مؤمنات را حوائجشان را برآورده به خیر بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، بحث ما در دلالت حدیث شریف غدیر بود و عرض شد که در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قرائن متصله و قرائن منفصله اینقدر ادله واضحه و اینقدر براهین ثابت و سدیده زیاد هست که مقصود و مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در نسب خلافت و امامت تعیین می نماید که قابل حد و قابل حصر و قابل احصا و قابل شمارش نیست، چه به این برسد که قابل بیان و تبیین و تفصیل کلام باشد. از جمله این مقدمات بینندگان محترم تصدیر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اخذ به اقرار به ولایت خودشان می باشد. به عبارت اخرى، این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر که فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا الست اولا بكم من انفسكم، یا الست مولاكم، الست انا و الله مولاياكم، این اخذ اقرار به ولایت شخص شخیص و نفس نفیس حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم از شواهد واضحه و از دلائل خیلی بینه بر تبیین مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر این هدف می باشد که اینجا مقصود تعیین امام هست و نسب خلیفه هست و تعیین حجت خدا هست و مقصود و مرام اصلاح بین صحابه نمی باشد. بینندگان محترم، وجه دلالت این کلمه بر این مدعا ان شاء الله در گفتار این حقیر خواهد آمد. جماعت عمریه از این بابت که بی حیایی را کنار گذاشتند و حیا را کنار گذاشتند و بی حیایی را پیشه خود اختیار نمودند و در برابر شیعه از انکار امور ثابته و جهد امور واضحه بدیهیه هیچ گونه ابایی ندارند، خیلی از علمای اینها اصلا منکر شده اند که حدیث غدیر صحیح باشد یا اینکه این تصدیر کلام و به الست اولا بكم من انفسكم وارد باشد. مثلا از جمله جهابده علمای عمریه عبدالرحمن ایجی
صاحب کتاب مواقف و شارح این کتاب میر سید شریف جرجانی می باشد. شما ملاحظه بفرمایید که قاضی عبدالرحمن ایجی و این سید کمر که جدش به کمرش زده میر سید شریف جرجانی درباره حدیث قدیر چه میگویند. این کتاب شرح المواقف نوشته قاضی عبدالرحمن ایجی و شارح آن هست میر سید شریف جرجانی با طبع منشورات محمد علی بیثون دارالکتب العلمیه چاپ سال 1419. بینندگان محترم، در بحث امامت، اینجا بحث امامت هست، المرصد الرابع فی الامامت و مباحثها، در بحث ادله شیعه بر امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، الاول خبر الغدیر در جواب میگوید، الجواب منع صحة الحدیث، او میگوید که اصلا حدیث صحیح نیست، حدیث غدیر، و دعوة الضرورة في العلم بصحته لكونه متواترا مكابرة. میگوید که بله، دعوای تواتر هم مکابره هست، یعنی در ادعای بی دلیل و بی حیایی هست. بعد میگوید که و ان سلم ان هذا الحديث صحيح فرواته لم يروا مقدمه الحديث وهي الست اولى بكم من انفسكم فلا يمكن ان يتمسك بها في ان المعنى مولى بمعنى الاولى. بعد میگوید جناب عبدالرحمن ایجی میگوید اگر ما تسلیم هم بکنیم که حدیث صحیح هست که صحیح نیست، حالا تنازل بکنیم و بگوییم سلمنا حدیث صحیح هست، مقدمه و صدر کلام الست اولا بکم من انفسکم فلا بلی و ان سلمه فرواته لم یرو مقدمه الحدیث، پس راویان حدیث مقدمه را روایت نکرده اند. این کلام عبدالرحمن ایجی است و چون این کلام خیلی شنیع هست و خیلی قبیح هست، میر سید شریف جرجانی گفته ای اکثرهم، اکثر اونها روایت نکرده این را. بله روایت نکرده. اون مقدمه چیست؟ الست اولا بكم من انفسكم، پس فلا يمكن ان يتمسك بها في ان المولى بمعنى الاولى، پس امکان ندارد، چون این مقدمه را روات روایت نکرده اند و به قول میر سید شریف جرجانی اکثر روات روایت نکرده اند، این تمسک شیعه که مولا اینجا به معنای اولا هست، این کلام بله اصلا دلیلی ندارد، بی دلیل هست، چون این اصل مقدمه کلام و صدر کلام الست اولا بكم من انفسكم روات روایت نکرده. موقف عبدالرحمن ایجی و موقف شارح این کتاب اینه که اکثر روات روایت نکرده. و جناب محمود ابن عمر رازی المشتهر به خطیب ری یعنی فخر رازی در کتاب که در علم اصول نوشته، ایشان یک کتابی دارد در علم اصول به نام المحصول و یک کتاب دیگر دارد به نام نهایت العقول. در کتاب نهایت العقول خودش که در علم اصول نوشته و من نسخه پی دی اف یا نسخه چاپی آن را ندارم، او هم همین موقف نهایت بی حیایی را اتخاذ کرده که کلام شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الست اولا بكم من انفسكم، این از موضوعات هست، از امور مفترات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، از اکاذیب شیعه هست و هیچ گونه حقیقتی ندارد. خب بینندگان محترم، در کلام جناب عبدالرحمن ایجی و میر سید شریف جرجانی شما دیدید که گفتند صدر کلام الست اولا بكم من انفسكم، این را روایت نکردند. عبدالرحمن ایجی گفت که اصلا روات این را روایت نکردند، یعنی دروغ، شیعه از پیش خود ساخته اینا. میر سید شریف جرجانی چون دید این کلام خیلی دروغه گفت اکثر روات روایت نکردن، پس امکان ندارد، پس صحیح نیست که استدلال بشود که مولا اینجا به معنای اولا آمده. دوستان عزیز، در اینجا یک نکته را برای شما توضیح بده که این خود کلام عبدالرحمن ایجی
و میر سید شریف جدزده جرجانی که جدش به کمرش زده، این کلام این دو عالم فرقه عمریه بهترین دلیل هست بر این که اگر ثابت بشود که کلام مصدر هست به این حرف که الست اولا بكم من انفسكم، این خیر و قرینه قرینه هست و دلیل هست که منظور از این که من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا، اینجا منظور از مولا اولا به تصرف است. چون استدلال میر سید شریف جرجانی و عبدالرحمن ایجی را شما دیدید که استدلال اونها چی بود، که این تصدیر کلام با این مقدمه وارد نیست یا اکثر روات روایت نکرده، لذا امکان ندارد تمسک بشود که مولا اینجا به معنای اولا هست. پس اگر ثابت شد که به حدیث صحیح نه به احادیث صحیحه الست اولا بكم من انفسكم را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، دلالت میکند که معنای مولا اینجا به معنای اولا به تصرف است و این موقف شیعه است و ما این را ان شاء الله ثابت میکنیم. اما اصل کلام جناب عبدالرحمن ایجی و بی حیایی او که منع صحت الحدیث و دعوى التواتر مکابره، بینندگان محترم، من برای شما قبلا تواتر حدیث را من روایت نشان دادم، این یک بار دیگر از تواتر حدیث را برای شما نشان میدم. این کتاب فتح الباری نوشته بله حافظ علی ابن احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی جزء سابع تبع دار الفکر، که در این کتاب بینندگان عزیز در باب کتاب فضائل باب مناقب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در آخر این باب ایشان آورده، و اما حدیث صفحه 342 و اما حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد اخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقد في كتاب مفرد وكثير من اسانيدها صحيح صحاح وحسان، كحديث من كنت مولاه كونجا عبد الرحمن ايجي و میر سید شریف جرجانی با بی حیایی میگوین که اصلا حدیث صحیح نیست و متواتر بودن آن مکابره هست. بینندگان عزیز شما ببینید که اینجا میگوید که کثیر الطرق جدا و قد استوعبها، این طرق را جمع کرده حافظ ابن عقده در یک کتابی متمایز برای این مقصود، و بیشتر احادیث اسانید آن کتاب صحاح است و حسان. و دوستان عزیز بیننده بیادم آمد که یک مورد دیگر از اعتراف علمای منحرفین را برای شما نشان بدهم که در تواتر حدیث غدیر برای شما بیان کردن. از جمله علمای منحرف از طریق حق جناب محمد ابن اسماعیل صنعانی می باشد که از اعلام قرن 11 هستند. در کتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع نوشته جنابش حافظ شوکانی جزء ثانی ترجمه ایشان و زندگی نامه ایشان آمده. بینندگان محترم در این کتاب در صفحه 133 این کتاب ترجمه یعنی زندگی نامه جناب سید محمد ابن اسماعیل ابن صلاح صنعانی را آورده و اینجا زندگی نامش را آورده که ایشان در کجا درس خواندند و برع فی جمیع العلوم و فاق الاقران و تفرد برئاسة العلم فی صنعاء و تظهر بالاجتهاد و عمل بالادله و نفر عن التقلید، که خب اونجا بسیار از ایشان تعریف کرده که بر جمیع اقران خود در تمام علوم بالا دست بود و متصدی کرسی فتیا بود در یمن در صنعا در عصر خودش. کتابی دارد ایشان به نام اجابت السائل اجابت السائل فی شرح بغیت العامل اصول الفقه المسمى اجابت السائل شرح بغیت العامل، بله نوشته عالم محدث محمد ابن اسماعیل صنعانی متوفای سال 1182 که از علمای قرن 12 می باشد. تحقیق القاضی علامه حسین ابن احمد السیاغی و الدکتر
حسن محمد مقبول الاهدل اهدل که در سال 148 در مؤسسه الرساله در بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در این کتاب در صفحه 98 آن در بحث اخبار متواتره جمله ای دارد که خیلی جالبه و اول میگوید تواتر معنوی چیست. بله، و من ذلك الحديث، تواتر لفظی، تواتر چیست؟ تواتر لفظی و تواتر معنوی. و من ذلك از احادیث متواتره هست، من كنت مولاه فعلی علیه السلام مولاه فإن له 150 طریقا، میگوید از 150 طریق روایت شده. بله، ایشان میگوید که از 150 طریق روایت شده. قال العلامة المقبلی بعد سرد بعض طرق هذا الحديث ما لفظه فإن لم يكن هذا معلوما فما في الدنيا معلوم، میگوید که حدیث غدیر اینقدر به طرق متعدد وارد شده که اگر این حدیث یک قطعی و صدور نباشه و علم یقینی به آن نداشته باشیم به صدور آن، در عالم هیچ گونه بلی معلومی وجود نداره. یعنی از اوزه واضحات و از ابده بدیهیات و از اولین اولیات حدیث شریف غدیر می باشد. کلامش واضح در این مورد و شما در برابر این کلام را مقایسه کنید با اون بیحیایی عبدالرحمن ایجی یا بیحیایی ابن حزم ظاهری در کتاب الفصل یا بیحیایی ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه که او هم تشکیک میکند در صدور حدیث غدیر و یا بیحیایی عبدالرحمن ایجی و میر سید شریف جدزده جرجانی که این که حدیث اصلا وجود نداره و صحیح نیست. دوستان بیننده، ما اول برای شما ثابت میکنیم تصدیر حدیث را به الست اولا بكم من انفسكم، این را برای شما ثابت میکنیم که طریقش هم صحیح هم. و شرط صحت حدیث این نیست که اکثر روات اون را روایت کرده باشد، همین که حدیث صحیح بود و از طرق متعدده آمده بود یا حتی از طرق متعدده هم نیامده باشد، طریقش صحیح باشد، او حجت هست. این اولا. و بعد از اثبات صحت حدیث، بینندگان محترم، ما وجه استدلال را برای شما ان شاء الله العزیز توضیح میدهیم و بیان میکنیم. خب بینندگان محترم، اما اثبات صحت این امر که حدیث شریف مصدر هست به الست اولا بكم من انفسكم، در کتب خیلی زیاد جماعت عمریه آمده. بینندگان محترم، این کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار نوشته حافظ ابن ابی شیبه کوفی، مصنف فی الاحادیث والآثار للحافظ عبد الله ابن محمد ابن ابی شیبه الکوفی، جزء سابع تبع دار الفکر، که در سال 1429 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در این کتاب در باب فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صفحه 503 حديث 55، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء قال كنا، براء گفت، ما با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در یک سفری بودیم، فنزلنا بغدير خم، پس ما نزول کردیم در غدير خم، قال فنودي الصلاة جامعه، پس ما را به نماز خوانده شد، نماز که همگی جمع میشن برای نماز، و کسح لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحت شجره، و از برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیر درختی اونجا جاروب زده شد، فصلى الظهر، نماز ظهر را ایشان بجا آوردن، فاخذ بيد علی علیه السلام فقال،
پس دست مبارک شاه خیبرگشا امیر المؤمنین علیه السلام را گرفتن و فرمودن الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا معنای اولا بالمؤمنین من انفسهم چیست؟ انشاءالله به تفصیل و به اقرار جماعت عمریه ما بیان خواهیم کرد و بلکه از کلام خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت خواهیم کرد که اولا بالمؤمنین من انفسهم که در آیه مبارکه ششم سوره احزاب آمده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، معنای این چیست که نبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا هست، سزاوارتر هست به مؤمنین از انفس آنها. و این اولا بالمؤمنین من انفسهم بالرحمه مطلق مقید بالرحمه نیامده، اولا بالمؤمنین من انفسهم بالشفقه مقید بالشفقه نیامده، اولا بالمؤمنین من انفسهم بالطاعه مقید به هیچ قید نیامده، بلکه مطلق آمده اولا بالمؤمنین من انفسهم. این معنای این حد این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ ان شاء الله خواهید دید که معنای این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سزاوارتر هست به مؤمنین از خود آنها در امر طاعت و در امر پیروی و در امر اتباع، سزاوارتر هست از مؤمنین به انفس آنها در مالکیت اشیاء و در مالکیت اموالشان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولاست به مالکیت از خود آنها. در امور حاکمیت بر اولادشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاکم تر هست بر اولادشان از خود انفسشان. حالا بیان این مطلب از اعتراف خود علمای عمریه میآید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخذ اقرار کردند الستم تعلمون، آیا شما نمیدانید، جاهل هستید که من هستم سزاوارتر به مؤمنین از خود مؤمنین. قالوا بلا، گفتند که بلا، یعنی این چنین نیست، ما میدانیم. بلا در زبان عربی میآید از برای انکار ما قبل و اثبات مقابل آن، اثبات نقیض آن. الستم تعلمون، شما نمیدانید؟ جوابش اینه چرا، ما میدانیم. قال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، تکرار و تأکید دیگر، الستم تعلمون، آیا شما نمیدانید که من اولا و سزاوارتر هستم به هر مؤمنی از خود او. قالوا بلا، گفتن که چرا، همچنین هست و ما میدانیم. قال فأخذ بيد علی علیه السلام، پس گرفتن دست شاه خیبرگشا امیر المؤمنین علیه السلام را. فقال، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم، پروردگارا، من كنت مولا فعلی مولا، هر کس که من مولا و آقای او هستم امیر المؤمنین علیه السلام آقا و مولای اوست. اللهم والی من والاه و عاد من عاده، پروردگارا تو دوست بدار هر که امیر المؤمنین علیه السلام را دوست می‌دارد و دشمن بدار هر که امیر المؤمنین علیه السلام را دشمن می‌دارد. پروردگارا تو مولا باش هر که امیر المؤمنین علیه السلام را مولای خود می داند و دشمن باش هر که امیر المؤمنین علیه السلام را دشمن می دارد. فلقیه عمر و بعد ذلك، پس عمر امیر المؤمنین علیه السلام را ملاقات کرد بعد از آن. فقال، پس گفت هنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک باد تو را ای فرزند ابی طالب، اصبحت و امسیت، صبح کردی و شام کردی در حالی که مولای کل مؤمن و مؤمنه هستی. خب بینندگان محترم، در اینجا تصدیر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فقره الست اولا بكم من الست اولا بالمؤمنین من انفسهم به دو فقره با تکرار و تأکید ثابت هست. آیا این حدیث صحیح است یا نیست؟ جمیع رجال این حدیث ثقات هستند. و الان اگر من ترجمه تک تک اونها را نشان بدهم، از اصل مطلب و استدلال وقتش گرفته می شود. لذا ما شهادت علمای عمریه را به تصحیح این حدیث برای شما نشان میدیم و با آن اکتفا میکنیم. اشاره ای به این نکته بکنم بینندگان محترم که در اینجا که عمر بن الخطاب رسول خدا امیر المؤمنین علیه السلام را بعدا ملاقات کرده و مبارک داده، از ادله و از قرائن واضحه هست که اینجا مقصود به معنای آشتی دادن نبوده، بلکه مقصود اینجا آقایی و سروری هست. چون اگر مقصود به معنای
به معنای این که امیر المؤمنین علیه السلام شما را دوست دارد، این امر نیست که تبریک و تهنئت مناسب آن باشد، و این انشاءالله در آینده مستقلن اگر خدا بخواهد بیان خواهد شد. بینندگان محترم، از شما مخفی نیست که از کبار علمای عمریه احمد ابن محمد ابن حنبل پیشوای فرقه گمراه حنبلیه می باشد و مسند ایشان مرجع علمای عمریه هست در فهم دین و در استنباط احکام. این کتاب مسند احمد ابن حنبل به تحقیق شعیب ارنعود جزء ثانی و ثلاثون سی و دوم مستبع مؤسسه الرساله در سال 1420 می باشد. در این کتاب بینندگان محترم در صفحه 55 این کتاب حدیث شریف غدیر با تصدیر الست اولا بالمؤمنین من انفسهم آمده. این حدیث صفحه 55 حدیث 19302 حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قالا حدثنا فطر عن أبي الطفيل جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مردم را در رحبة جمع کردن. رحبة بینندگان محترم موضعی بوده در کوفه و ظاهراً داخل مسجد کوفه یا در صحن مسجد کوفه یا در آستانه مسجد کوفه اونجا بوده، فضای بازی بوده. فرمودن انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم غدير خم ما سمعه لما قام. فرمودن امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام که من قسم میدهم هر مرد مسلمانی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده اند آن چیز را که ایشان در روز غدیر خم بیان فرموده اند، این که بلند بشود و بیستند. فقام 30 من الناس، 30 نفر در اونجا بلند شدند. و قال ابو نعیم ناس کثیر، ابو نعیم که از روات این میباشد گفتم مردم خیلی زیادی بلند شدند، یعنی از 30 نفر خیلی بیشتر بودند. مردم خیلی زیادی، مردان خیلی زیادی بلند شدند که شهادت بدن که ما در غدیر خم این را شنیده ایم. فشهدوا حين اخذه بيده، پس شهادت دادن اون ناس کثیر به این حرف که اون زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مردم، دست امیرالمؤمنین علیه السلام، دست شاه خیبرگوشا سلام الله علیه، دست مبارک شاه مردان علیه السلام را به دست خود گرفتن. فقال للناس، پس به مردم این چنین گفتن، اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرمودن، الستم تعلمون، ای مردم آیا شما نمیدانید، آیا شما منکر هستید که من اولا هستم به مؤمنین از انفس آنها، و شما میدانید در این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخذ اقرار واضح است که از مخالفین، که از مستمعین و مخاطبین اخذ اقرار به تسلیم بودن محض می فرماید. اخذ اقرار به تسلیم بودن محض می فرماید که شما با آیا منکر هستید که من حق تصرف دارم در شما، بما اشا کیف اشا متا اشا، که در شما تصرف بکنم، در زندگی شما، در زندگی شما هر طوری دخالتی بکنم، هر امری را بکنم، هر تعیینی بکنم، هر نسبی بکنم، هر عزلی بکنم، و این اراده من و این حکم من نافذ هست در زندگی شما، چی بخواهید چی نخواهید، آیا این را منکر هستی؟ خب بینندگان محترم، این واضح و روشن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا از مخاطبین تسلیمی کامل را می طلبد، اطاعت کامل را می طلبد، و این فقط و فقط مناسب با این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک امر خطیر، یک امر مهم، یک امری که عده زیادی از مردم دلشان نمی خواهند اطاعت بکنند،
آن امر را میخواهد اینجا اجرا بکند و به اینجا به مردم بقبولاند و آن امامت امیر المؤمنین علیه السلام. اما این که امیر المؤمنین علیه السلام شما را دوست دارد، این مضحکه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان افصح من نطق بالذات هستند و ایشان ابلغ بلغا هستند و خداوند متعال ایشان را در بین قومی مبعوث فرموده که بلیغترین مردم تاریخ بشر بوده اند و مانند آنها بلغایی نیامده و نخواهد آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلاغت ایشان، فصاحت ایشان فوق تمام معاصرینشان بوده و شرط اول بلاغت این است که کلام مطابق مقتضای حال باشد و کلام مقدماتی که برای کلام چیده می شود مطابق و موافق آن هدف که می خواهد بیان بشود باشد، نه این که شما یک مقدمه ای را بچینید که هیچ گونه تناسبی با ذیل مقدمه ندارد و آن منافات واضح دارد با بلاغت، بلکه منافات واضح دارد با عاقل بودن آن متکلم که شما یک مقدماتی را بیاورید که اون شما مثلا اون شب یک کسی زنگ زده بود میخواست از مرحوم علامه تهرانی تعریف بکند، میگوید وقت مردن برای ایشان بله مثنوی معنوی را میخواندن، مثنوی مولوی را میخواندن و ایشان به وجد آمده بود و خیلی خوشحال بود، میخواست تعریف بکند، در حال این خب انسان عاقل این کار را نمیکنه که بخواد از کسی را تعریف بکنه به جای اینکه تعریف بکنه او را بزند خراب بکند و به او توهین بکند، چون نزد شیعیان خیلی واضح و روشن است که آنچه که وقتی کسی از دنیا می رود بالای سر او سوره یاسین باید بخوانید، زیارت عاشورا بخوانید، حدیث کسا بخوانید، مناقب اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بخوانید، زیارات ائمه طاهرین علیهم الصلاة و السلام بخوانید، نه کفریات یک شاعره که به شواهد خیلی زیاد اصلا این بله عاشق یک پسر بچه‌ای به نام شمس شده بوده، بله شمس الحق تبریزی از فتنه چه پرهیزی. بینندگان محترم، این تعریف کرد، خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چنین نیست که بخواهد یک مقدمه بچیند که باز المقدمه تناسبی ندارد، مقدمه ای که میچیند باز المقدمه تناسب تمام دارد و الا هم در بلاغت ایشان نقص هست و هم علیاذ بالله در عقل ایشان و حاشا و کلا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین باشد. پس واضح و روشن هست به دو طریق، طریق اول همین که بینندگان محترم الست اولا بکم من انفسکم، از اونها تسلیمی تمام می طلبد و یک امر خطیر و مهمی که اونها شاید دلشان نخواهند اطاعت آن بکنند، همانطوری که ثابت شد بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را اکثر آن صحابه زیر پا گذاشتن و قبول نکردن و وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کردن، لذا تسلیم کامل می طلبد از اونها و اطاعت کامل می طلبد، چون می خواهد امر جانشینی شاه ولایت مآب امیر المؤمنین علیه السلام را بیان بکند. و بینندگان محترم، وجه دیگر آن این است که الست اولا بکم من انفسکم، در اینجا اولا را به کار برده و رسول خدا صلی الله علیه و آله فورا بعدش فرمود من کنت مولا فهادا علی علیه السلام مولا، و اولا و مولا چون اینها معنیشان یکی هست به همون معنایی که در جمله ما قبل اولا به کار رفته در این جمله هم مولا به کار رفته، در این جمله هم مولا به کار رفته و اینها مترادفین هستند و بینندگان محترم اینها به یک معنا به کار رفته. حالا وجوه دیگری هم هست که انشاءالله العزیز اگر فرصت بیاید و بیان کردن اونها کمی دقت میطلبد بیان خواهد شد. اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا نعم یا رسول الله قال من کنت مولا فهذا مولا اللهم والي من والاه وعاد من عاده قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا فقلت فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا عليه السلام يقول كذا وكذا قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك له. بينندگان محترم، حاشية شمارة 3، قال إسناده ثقات، قال إسناده صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فمن رجال أصحاب السنن وروى له البخاري مقرونا وهو ثقة. ثابت شد بینندگان عزیز که جمیع رجال آن رجال شیخین هست و ثقات اصلا و فطر ابن خلیفه هم بخاری از او روایت کرده.
پس این حدیث صحیح است به شرط بخاری و مسلم به اعتراف شعیب ارنعوت که شعیب ارنعوت از اشد نواصب و اشد اعدای آل محمد علیه الصلاه و السلام از مشایخ جماعت عمریه در عصر حاضر می باشد، که کلام مصدر هست به فقره الست اولا بكم من انفسكم. بینندگان محترم، حالا من اثبات صحت این حدیث را به طرق دیگر هم می کنم برای شما. در اینجا مناسب هست که این فقره مبارکه الست اولا بكم من انفسكم، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، این فقره مبارکه موشکافی شود و برای شما واضح شود، روشن شود که معنای آن به اذعان فرقه عمریه چیست. چون فرقه عمریه، چون کار آن جماعت چیست؟ انکار واضحات و انکار ابده بدیهیات. شاید اونها منکر بشوند که معنای فقره این چنین نیست، که این شیخ رافضی از شبکه مبارکه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیان میکنه. پس بینندگان محترم من از مشهورترین تفاسیر فرقه عمریه برای شما تفسیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم نشان میدهند، و بعد استدلال به احادیث صحیحه نزد فرقه عمریه ان شاء الله تبارک و تعالی در تبیین این معنا که مولا به معنای اولا و اولا به معنای معنا و اولا به معنای مولا در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متداول و شایع است ان شاء الله. بینندگان محترم، این کتاب جامع البیان عن تأویل آیه القرآن الکریم تألیف محمد بن جرير الطبري جزء 19 طبع دار الفكر، که در سال 1430 در دار الفكر بيروت لبنان این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، و شما میدانید مدائح جناب ابن جرير الطبري را نزد جماعت عمریه النبی سورة الأحزاب آية ششم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول تعالى ذكره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين يقول أحق بالمؤمنين من أنفسهم أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم، يجوز ذلك عليهم فنافذ نافذ ذلك عليهم. رسول خدا اولا بالمؤمنین احق، یعنی صاحب حق تر هست نسبت به مؤمنین از انفسشان، که چی کار بکنند؟ ان یحکم فیهم بما یشاء من حکمه، که در اونها حکم بکنند، بما یشاء من حکمه، به آن حکمی که آن را بما یشاء من حکمه، که هر حکمی را بخواهد، هر حکمی را بخواهد سزاوار است، حق دارد اون حکم را انجام بده، و صاحب حق تر است نسبت به مؤمنین هر حکمی را در حق اونها صادر بکنند. فیجوز ذالک علیهم، پس نافذ است این حکم در حق اونها. کما حدثنی یونس اخبرنا ابن وهب قال ابن زید، از ابن زید از کبار تابعین روایت میکند که این چنین فرموده كما أنت أولى بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز كما كل ما قضيت على عبدك جاز. می فرماید که النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، معنایش اینه همانطوری که اگر تو بنده ای داشته باشی، غلامی داشته باشی، در اون غلام هر تصرفی بکنی، اون تصرف نافذ هست در اون غلام، تصرف یعنی امری بکنی، نهی بکنی در مال او، در زندگی او، هر کاری بکنی آن نافذ هست، اراده تو نافذ، حکم تو واجب الطاعه، و آنچه که تو میل داری و خواست تو هست دیگر اون غلام حقی ندارد مخالفت بکند، چون تو مالک او هستی. همچنین هست اراده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حکم ایشان نسبت به مؤمنین. بینندگان محترم، این را شما در کتاب تفسیر طبری دیدید، و من بحث را مختصر عرض می کنم و بحث را تفصیل نمی دهم در اینجا، که بحث می تواند مفصل تر از آنچه هست خدمت شما تقدیم بکنیم، اما خب چون حرف برای گفتن زیاد هست با اختصار، تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم نوشته ای ابو لیث سمرقندی
جزء ثالث تبع دارالفکر که در سال 1432 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. در اینجا بینندگان محترم، در تفسیر سوره مبارکه احزاب، النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ما یرا لهم رأیا فذلك اولا و احسن لهم من رأیهم. بلی ایشان می فرماید که معنای این چیست؟ ما رأى من رأيين فهو احسن من رأيهم. اون رأي و اراده ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد درباره مؤمنین، آن سزاوارتر به اتباع است از رأی خود مؤمنین. بینندگان محترم، ثعلبی در تفسیرش الکشف و البیان فی تفسیر القرآن الکریم، معروف به تفسیر جناب ثعلبی، جزء خامس طبع دار الکتب العلمیه، در این کتاب بینندگان عزیز در تفسیر سوره مبارکه احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی الله علیه و آله، قال النبی احق بالمؤمنین، اولا یعنی احق، صاحب حق تر هست، ان يحكم فيهم بما شاء فيجوز حكمه عليهم، این که حکم کنند در مؤمنین در هر آن چیزی که اراده بکند و حکم او در مؤمنین نافذ هست. بینندگان محترم، از اساطین تفسیر نزد فرقه باطله عمریه جناب واحدی می باشند. این الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز نوشته واحدی، المجلد الاول تبع دار القلم، که در سال 1415 در دار القلم این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در این تفسیر شما ببینید ایشان چی میگوید. صفحه 858 مراجعه میکنیم تفسیر سوره مبارکه احزاب. النبی صلی الله علیه و آله اولا بالمؤمنین من انفسهم، قال اذا دعاهم النبی صلی الله علیه و آله الى شيء و دعتهم انفسهم الى شيء كانت طاعه النبی صلی الله علیه و آله اولا، هنگامی که دعوت کند و بخواهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به یک امری و نه مردم رأیشان این باشد که یک کار دیگری را انجام بدهد، باید حرف نبی صلی الله علیه و آله و سلم را گوش بکنند، یعنی صاحب اختیارتر هست، حکم او نافذتر هست از حکم خود مردم. واضح و روشن بینندگان عزیز؟ بله. بینندگان عزیز، جناب بغوی کتابی دارد به نام معالم التنزیل، معروف به تفسیر بغوی، تفسیر البغوی معالم التنزیل، المجلد السادس طبع دار طیبه، در سال 1411 در دار طیبه این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در تفسیر سوره مبارکه احزاب صفحه 318 این کتاب ایشان شرح داده النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم. تفسیر قوله عز و جل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی الله علیه و آله، یعنی من بعضهم ببعض فی نفوذ حکمه علیهم و وجوب طاعته علیهم، یعنی اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنین از همدیگرشان حکم او اولا هست، در چیز در نفوذ حکم او و وجوب طاعت ایشان بر ایشان. بله. قال ابن عباس و عطا، عباس و عطا ابن ابی رباح این چنین گفتند، یعنی اذا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كان طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم. وقال ابن زيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى فيهم كان كما أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه. بينندگان محترم، همون معانيه که در كتب ديگر خدمت شما به عرض رساندم، همان معنا در اینجا تکرار هست و آن چیست؟ اینکه نبی صلی الله علیه و آله و سلم طاعت او اولا و اجدر و احق است.
و ایشان حق طاعت دارد و حاکم تر هست در زندگی مؤمنین، در اموال مؤمنین، در انفس مؤمنین، در شعور مؤمنین بیشتر از خود مؤمنین. و اگر رأی خود مؤمنین به یک چیز تعلق بگیرد و رأی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به چیز دیگر تعلق بگیرد، رأی مؤمنین به جهنم، رأی مؤمنین به پشیز ارزش ندارد. آن چیزی که حاکم هست و نافذ هست و واجب الطاعه هست، حکم شریف حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله الاطیاب. جناب بیضاوی که از اجله علمای عمریه می باشد، در کتاب خودش انوار التنزیل در تفسیر قرآن کریم بیاناتی دارد که خدمت شما سروران عزیز به عرض می رسد. انوار التنزیل و اسرار التأویل المعروف به تفسیر البیضاوی، نوشته عبدالله ابن عمر بیضاوی، بیضا قسق، حالا نمیدن در شیراز هست یا نه، سابق بیضا قصبه ای بوده، قریه ای بوده، جایی بوده در شیراز و ایشان از آنجا هست و سابق ایران عمری داشته، عمری بلکه کشور عمری بوده سابق در ایران و این مردم ایران بعدن بله تشیع در این ایران اغلبیت و بیشتر شده و الان کار به جایی رسیده که بعد به از برکات بله رهبر بابا کرم دوباره عمریه دارن بیشتر می شوند. و من شنیدم که مولوی عبدالحمید گفته که دیگر عمری ها اقلیت در ایران نیستن و باید دو مذهب رسمی باشد در ایران، مذهب شیعه و مذهب عمریه. و بله حالا بله مقام معظم رهبری هم حتما تمکین می کند، رهبری که دست عمری هست، حکومت اصلا حکومت عمریه در ایران، اینها به اسم شیعه هستند، در حقیقت اینها بنی عباس هستند و اینها عمری هستند و هیچ کار اینها به شیعه نمیخورد، مگر بله لباس اینها لباس شیعه بود، اونم عوض کردن. الان روحانیون اینها به خاطر اینکه مردم بفهمند که اینها عمری هستند، اون کتفیه را هم که کتفیه علامت نواسب میباشد، اون را هم سرشانه خود حتما آویزان میکنند. و رهبر بابا کرم هم هیچ وقت بدون اون کتفیه ظاهر نمی شود. بله این انوار التنزیل بیضاوی مجلد چندم؟ چهارم، طبع دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، در این کتاب بینندگان محترم صفحه 225 ایشان این مطلب را آورده، صفحه 225: النبي صلى الله عليه واله وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، قال في الامور كلها، در تمام امور نبی صلى الله عليه واله وسلم، چه حیات فردی باشد، چه حیات خانوادگی باشد، چه حیات اجتماعی باشد، چه مسائل کشورداری باشد، چه مسائل اقتصادی باشد، چه مسائل نظامی باشد، مسئله دینی باشد، مسئله دنیوی باشد، مسئله اخروی باشد، از در هر نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، فانه لا یامرهم ولا یرضى منهم الا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر نمی کند و راضی نمی شود در هیچ چیزی مگر اینکه صلاح مردم و بهبودی مردم را میخواد، به خلاف نفس اماره بالسوء. فلذلك اطلق عليهم ان يكون احب اليهم من انفسهم وامره انفض عليهم من امرها وشفقتهم عليه اتم من شفقتهم عليها. فبخاطر اینکه اطلاق آورده، مطلق آورده، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، مطلق آورده، مطلق آورده که در تمام امور، نگفته در یکی از امور، در شفقت اولا هست یا در رحمت اولا هست یا در علم اولا هست، نه مطلق مقید و محدود نکرده، همونطور که ولایت آقای خامنه‌ای مطلق هست، ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا هم توبه پروردگار مطلق هست در تمام امور. بله ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه عین ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست نزد فسقه و فجره و کفره، اما نزد اهل ایمان ولایت فقیه یعنی شرک محض.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الأمور كلها، فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيهم صلاحهم ونجاهم بخلاف النفس. فلذلك أطلق عليهم فاس بخاطري، فلذلك أطلق، فلذلك أطلق فاس بخاطري إنك مطلق آورده فرموده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى ولاية دارد، وإن ولاية إشان مطلقة، ولاية مطلقة فقيه. جماعة دجالية ولاية مطلقة را جايش را قم كردي، ولاية مطلقة مال رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم، مال أمير المؤمنين عليه السلام، مال إمام عصر عليه الصلاة والسلام. اونها را آمدید با دوست دشمنان اونها دوستی کردید و با دوستان اونها چه دشمنی هایی که کردید که به قتل اونها راضی هستید، بلکه قتل اونها را با کمال میل انجام میدید. بله، و ولایت مطلقه را آوردید به آقای بابا کرم، اون کسی که خود او عقاید او عقاید ارتداد هست به حکم جمهوری، خود جمهوری نا اسلامی. و این بله با آن سابقه خیلی بد و شنیع که ایشان در حمام های مختلف استان خراسان و استان تهران داشته، ولایت مطلقه را آورید به ایشان نسبت میدید. ای جماعت، که شما دین پیدا میکنید، که شما عقل پیدا میکنید. خب حالا از مطلب دور نریم دوستان عزیز. فلذلك أطلق، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وأمره أنفض عليهم من أمره من أمرها، وشفقتهم عليهم أتم من شفقتهم عليها. بس واجب هست که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم محبوب تر باشن از خودشان، وأمره أنفض عليهم من أمره، وأمر او نافذ تر باشد از أمر ایشان. خب بینندگان محترم، و اینها بینندگان محترم دیگر، من این آها را که برای شما نشان دادم اینها اساطین تفسیر هستند. شما در بین اینها قول دیگری دیدید غیر از آن چی که من نقل کردم؟ کشاف، بله، از جهابزه مفسرین فرقه زاله عمریه، محمود ابن عمر زمخشری معروف به جار الله الکشاف، جزء ثالث ربع دار الکتب العلمیه، که در سال 1415 در دارالکتب العلمیه چاپ شده، صفحه 508. النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی صلی الله علیه و آله اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور الدین و الدنیا، ولایت مطلقه، ولایت مطلقه من انفسهم، ولهذا اطلق ولم یقید، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفض عليهم من حكمها، وحقه آثر عليهم من حقوقها، وشفقته عليهم أقدم من شفقتهم، وأن يبدلوها دونه ويجعلوها فداء إذ أعضل خطاب ووقاه إذا لقحت حرب، وأن لا يتبعوا ما تدعو إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عن، ويتبع كل ما دعا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصرفهم عنه. أعزتنا المشاهدين، همون چیز هاي را كيش بقية مفسرين قفتان إيشان فرموده وكلام إيشان خيل شبيه كلامه بل بيزاوي مباشد، وظاهرا بيزاوي تفسيرش معقوز از تفسير كشاف وتلخيص تفسير كشاف. على كل حال بين النقان محترم، إن كلمات را شما در كتب فرقه عمرية ديدي، از اساطین فرقه عمریه در فنون شتا کیست؟ عبدالرحمن سیوطی. ایشان کتاب تفسیر مختصری دارد به نام تفسیر الجلالین که ایشان و جناب علامه محلی این کتاب تفسیر را نوشتند. این تفسیر جلالین را هم براتون نشان بدم، ببخشید دوستان عزیز هوای ما پاره نشه. لا اله این تفسیر جلالین خیلی دقیقه، علمای شیعه هم زحمت بکشن چیزهای خوب بنویسن. ای کاش مذهب ما بر حق، علمای ما از همه تنبلتر، مذهب اونا باطل، آثار خوب زیاد نوشتن اونا. مع الاسف بینندگان محترم،
تفسیر جلالین. بله، طبع مکتبت العصریه سیدا بیروت، تفسیر سوره احزاب. النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم خلافه إلى خلافه. بله، رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم أولى هستن بالمؤمنين از أنفس آنها درون أمر كه. بله، پیغمبر آنها را أمر بکند و مردم را نفوس آنها به أمر خلاف رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم أمر بکند. کی أولى هست، کی سزاوار هست بطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب بینندگان محترم، یعنی این آیه مبارکه چی میفرماید؟ یعنی این آیه مبارکه میفرماید ولایت مطلقه، ولایت مطلقه فقیه نه، ولایت مطلقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام. این ولایت مطلقه معنایش چیست؟ یعنی طاعت محض و تسلیم بودن محض و حق تصرف در جمیع شؤون مردم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد. و این بهترین امر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولا هادی هست از جانب خدا، یعنی او عارف هست به سعادت هر فردی و به سعادت جامعه از جانب خدا که در علم او هیچ گونه جهلی نیست. و ثانیا ایشان معصوم هستند صلی الله علیه و آله و سلم، هم علم دارن هم عصمت، هم علم دارن هم عصمت. ثالثا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کمال رعفت و رحمت هستند نسبت به مؤمنین. خب این سه صفت وقتی که در ایشان جمع هست، ایشان باید حق تصرف داشته باشه، همچین نازنینی باید جان و مال فدای او، همگی باید بنده او باشند و همگی باید غلام زرخرید او باشند. عقل این را حکم میکند. من كنت مولاه فهذا علي عليه السلام مولاه، چون امیر المؤمنین علیه السلام هم انا مدینه العلم و علی بابه، عارف به مصالح تمام عباد هستند و معصوم هستند. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم هستند. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سه روز خودش گرسنه میماند، با بچهای کوچیکش غذا را به دشمن میدهد. لذا ایشان ولایت داشته باشد، همچین این ولایت مطلقه. عقل حکم میفرماید که این عین هدایت، عین سعادت، و بدون همچین ولایتی بشر به صلاح و فلاح نمیرسد، به بهبودی و سعادت نمیرسد. چرا؟ چون خود عقل بشر عارف به مصالح خود نیست، ظواهر امور را میبیند و امری را صلاح تشخیص میدهد و بعد معلوم میشد که این صلاح نبوده. مانند گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، فرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد، بعد گفتن نه جام زهر بیارید که جام زهر بخوریم. بله، گفتن که ما صلاح هستی حق، بله نیروی هستی حق مسلم ماست، بعد گفتن که نه نمیشه، زور امریکا قویه، بیایید که نرمش بکنیم. بعد نرمش کرد، پروستادش در آمد، مشکل پروستاد حالا اونجا افتاده دیگر. از بعد از این که پروستادشان عمل شده، این رهبر معظم عظمای والا مقام دیگر زیاد خبری از حالت نشان نیست، نمیگویند که چه کار شد الان، بله به ایبولا مبتلا شده، به ایدز مبتلا شده، اونشو نمیگن. علا کل حال بینندگان محترم، شوخی در جای خودش، مهم اینه که ولایت معصوم، ولایت مطلقه معصوم راه حل، کلید نجاته. یعنی بدون اون نمیشود جامعه به سعادت برسد و در اون هیچ عیبی نیست، بلکه سراسر خوبیه. چرا؟ چون عارف به مصالح مردم فردن و جمعن. ثانیا و حکم خدا را هم که میداند، اونه که از جانب خدا هادی هست. و ثانیا معصومه، تصرفی برای نفع خودش، نفع قوم و قبیلهش نمی کند. در هر جای مصلحت افراد را، بهبود آنها را، خوبی آنها را مورد نظر قرار می دهد. و ثالثا آنها را دوست دارد، مهربان نسبت به آنها. خب او ولایت مطلقه داشته باشد، او عین عدالت هست، بلکه باید باشد. بدون اون بشر هیچ وقت به فلاح نمی رسد، به
خوبی و به آرامش نمی رسد و به سعادت نمی رسد. اما این را شما بدید به عظما. عظما دیگر بله، نتیجهش همین می شود که شما می بینید که ایشان آمدند و گفتند که احمدی نژاد را من خیلی دوست دارم و رفسنجانی را دوست ندارم. بعد چیکار شد؟ با احمدی نژاد بعد از چند ماه بد افتادند و معلوم شد که چند صد میلیارد دزدی شده. چند صد میلیارد، اونم دلار نه تومان، چند صد میلیارد دلار اصلا گمه. سبحان الله. خب روشن قضیه بینندگان عزیز. خب حالا وقتی که این فقره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واضح شد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، معنایش چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این فقره مبارکه را در صدر کلام خودشان در غدیر قرار داده اند، در صدر کلام خودشان در غدیر قرار داده اند و این کلام مقدمه جمله من کنت مولا می باشد، و این کلام شریف و این جمله مبارکه مقدمه می باشد از برای جمله من کنت مولا. شما حدیثی را که صحیح بود به تصحیح شعیب ارنعوت از کتاب مستند احمد بن حنبل دیدید. من یک حدیث دیگر بینندگان محترم از کتاب بله خدمت شما عرض بکنم که سنن کبرای نسائی براتان نشان بدم و تصحیح آن حدیث را، به خاطر اینکه میر سید شریف جرجانی و بغیر اینها گفتن که این حدیث درست نیست. شما ببینید این کتاب السنن الکبرا لعبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، تحقیق شعیب ارنعود، جزء سابع، طبع مؤسسه الرساله، که در سال 1421 این کتاب چاپ شده. در اینجا بینندگان محترم در صفحه 438 حدیث هشت هزار و چهارصد و پانزده، اخبرنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي يا ابن ابي عدي عن عوف عن ميمون ابي عبد الله قال زيد بن ارقم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى نحن نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال فإني من كنت مولاه فهذا مولاه آخذ بيد علي عليه السلام. سيد بن أرقم قفت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم بلند شدند، حمد خدا و ثنای خدا را گفتند، بعد فرمودند آیا شما نمی دانید که من اولا هستم به هر مؤمن از نفس او؟ گفتند بله نحن نشهد لأنت اولا بكل مؤمن من نفسه. گفتند بله ما شهادت میدیم که شما هستید اولا به هر مؤمنی از نفس او. قال فإني، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فورا اون اخذ اقرار را مقدمه قرار داد، اون اخذ اقرار را دلیل قرار داد، اون اخذ اقرار را اساس قرار داد و فورا اعلان فرد فإني من كنت مولاه فهذا مولاه آخذ بيد علي عليه السلام. هر کسی که من مولای او هستم امیر المؤمنین علیه السلام مولای اوست، در حالی که گرفته بود دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام را. حاشیه شماره 3 اخرج احمد في الفضائل وابن ابي عاصم وهو في المسند حديث 19325. خب میگوید احمد امین را روایت کرده. دوستان عزیز بیننده، این حدیث که در اینجا آمده قتیبه ابن سعید از رجال بخاری و مسلم است، ابن ابی عدی از رجال بخاری و مسلم است، عوف از رجال بخاری و مسلم است، میمون از رجال بخاری و مسلم نیست اما ثقه هست، از رجال ابن ماجه هست. پس حدیث صحیح هست، در آن شکی نیست. و اینجا بینندگان محترم شما می دانید
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدر کلام ایشان و مقدمه ایشان جمله ای الست اولا بالمؤمنین من انفسهم می باشد. بینندگان محترم، در کتاب مستدرک صحیحین مجلد چهارم این حدیث به تصحیح ذهبی ناصبی آمده، این مستدرک حاکم هست، مجلد چهارم طبع دار الفکر، که در سال 1430 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، اینجا صفحه 253، بله، کتاب معرفت الصحابه، باب مناقب زید، ذکر زید بن ارقم، حدیث 6381، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم سخنرانی کردن، فرمودن یا ایها الناس انه لم یبعث نبی قط الا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله و انی اوشک و ان ادعا فاجیب و انی تارک فیکم ما لن تذلوا بعده کتاب الله عز و جل. ثم قام فأخذ بيد علي عليه السلام فقال يا أيها الناس ألست من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنتم مولاه؟ فعلي عليه السلام مولاه. أي مردم كي أست أولى بشما أز نفس شما؟ قفتن كخدا وپیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ميدانن. فرمودن كمن آيا أولى بشما أز خود شما نيستم؟ فقفتن بلى. بينندگان محترم من، حالا این احادیث صحیحه را شما دیدید، او تصحیحش تصحیحش را براتون نشان ندادم، ببخشید، قبل دیشه دیروز نشان دادم تصحیحش را، تصحیحش را، این همون حدیث مستدرک صحیحین صفحه 253 جلد 4 این حدیث 6381 الست اولا بكم من انفسكم هذا حدیث صحیح 6381 وافقه الذهبي في التلخيص فقال صحيح. پس حدیث صحیح، شما این تصحیحات را دیدید بینندگان محترم. پس این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث صحیحه که از چندین طریق وارد شده، کل جمله را مصدر فرمودن، کلام را مصدر فرمودن به الست اولا بكم من انفسكم. خب دلالت این بر مدعا چیست بینندگان محترم؟ جماعت عمریه میگویند که اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم را جمع کرده بود تا با اونها بگوید که از امیرالمومنین علیه السلام آزردن، یک عده کمی که آزرده بودن اون آزرده نباشن، شکایتی نداشته باشن، و بگوید که امیرالمومنین علیه السلام ناصر شما هست، شما را دوست دارد و محب شماست، یا ناصر شما هست، یا امیرالمومنین علیه السلام را دوست بدارید. بینندگان محترم، اولا خدمت شما عرض کردم که نه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودش فرموده، نه در کلامش هیچ گونه شاهدی هست که ایشان برای این منظور اونجا آمده، و نه کسانی که اونجا بودند هیچ کدام از اونها این را گفتند که اونجا دلازاری بود، عده‌ای از مردم گرفتار بودند و این علت القاء خطبه بود، این حرف را بعدن اینا درست کردند. لذا جماعت عمریه باید برای این مدعای خودشان دلیلی نشان بدن، هیچ دلیلی که ندارن. در جانب مقابل ما از برای این که بگویم که اینجا این هدف نیست، بگوید من کنت مولا فاضا علی علیه السلام مولا، این به معنای اینه که بله اینجا من شما را بر شما امیرالمؤمنین علیه السلام را دوست بدارید، بلکه اینجا مقصود نسب امامته و اینجا قرائن خیلی زیاد هست. قرینه اول که خدمت شما عرض کردم که اخبار فرمودن که من به زودی از دنیا می روم. قرینه دوم امر به تمسک به اهل بیت علیهم السلام کردن، امر به اطاعت از اهل بیت علیهم السلام کردن، و مصداق بارز اهل بیت علیهم السلام امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. و بعد بینندگان عزیز واژه ترکتو اینها را در جو سابق باشه با آن اشاره کردم، برای شما بیان کردم این جمله که تصدیر فرمودن من کنت مولا، عفوا تصدیر فرمودن الست اولا بكم من انفسكم، و معنای این جمله شریفه که اخذ شده از آیه کریم النبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، این معنایش اینه اولا بالتصرف، اولا بالتصرف، بله. و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حق اطاعت محض داره و مردم باید تسلیم محض در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشند، و جایی که حکم ایشان باشد حکم ایشان نافذ هست، کسی حق اختیار ندارد، کسی حق اختلاف مخالفت ندارد، کسی حق هیچ گونه پیروی رأی دیگری ندارد،
رأی رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم حکمیشان است. بینندگان محترم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عارف هستند به بلاغت و فصاحت. مقدماتی که میچینند باید با ذیل مقدمه مناسبت کامل و تناسب واضح داشته باشد، و الا اگر تناسبی نداشته باشد شما بله یک دلیلی بیاورید که چگونه تناسبی با هدف شما ندارد، این دور است از مقام بلاغت و دور هست حتی از مقام این که این شخص متصف بشود که انسان عاقلی هست. کسی که صدر کلام او با ذیل کلام او هیچ گونه ربطی ندارد، او اصلا عاقل نیست، چه برسد به این که او بلیغ باشد و فصیح باشد. بینندگان محترم من، لذا اینجا بینندگان محترم من که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اونها اخذ اقرار میکند به اطاعت محض، پس از اینشان اطاعت این امری که میخواهد بیان بکند امری هست که در اون هواهای مردم و افکار و آراء مردم به امور دیگر و به جوانب دیگر و به انتخابهای دیگر مائل هستند، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر اهمیت قضیه از اونها میخواهد که کاملا این موضوع را اطاعت بکنن و بعدا مخالفت نکنن. امر این که قبول داشته باشید امیرالمومنین اعظم ناصر شما هست، این گونه اقرار را اصلا نمیطلبد و این گونه بله این گونه اخذ اقرار که شما تسلیم محض باشید نیست، چون این امر دیگر این که امیرالمومنین اعظم ناصر شماست، دوست شما هست. این جمله خیلی خطیری نیست که اطاعت الست اولا بكم بالمؤمنین من انفسهم، که در اونجا هواهای مردم مخالف این باشد. اما چرا امر امامت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام که ایشان خلیفه باشند، همانطوری که بعدا ثابت شد که حتی اون زمانی که ابوبکر و عمر و عثمان مردن بازم عایشه مخالفت کرد و بر علیه ایشان فتنه کرد و معاویه در شام بر علیه ایشان بغاوت کرد و سر تسلیم فرود نیاوردند، در حالی که خب بله اغلب صحابه با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده بودند بعد از قتل عثمان. به خاطر این امر، امر خطیر، امر حیاتی، امر امامت هست که ایشان این امر را بیان میکنند، و این اگر امر عادی بود لزومی نداشت که این جمله را بیان بکنند. بینندگان محترم من، و از جمله ادله که این معنا میباشد در نظر خود این کلامه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این جمله اولا بکم من انفسکم را که آورده، ما بعدش بینندگان محترم من، من کنت مولا فهذا علی علیه الصلاة و سلم مولا، چون از معانی مولا اولا بالتصرف می باشد، اولا می باشد، لذا این مترادفین هست و در صدر کلام که به همون معنا به کار رفته، در ذیل کلام هم به همین معنا به کار رفته، این قرینه می باشد، چون در صدر کلام اولا به همون معنایی که اولا به کار رفته، در ذیل کلام هم به همان معنا اولا به کار رفته. مثلا بینندگان عزیز من، در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بخاری و مسلم برای شما نشان میدم. این کتاب بخاری هست، بخاری نوشته محمد بن اسماعیل بخاری تبع دار احیات تراث العربی، که در سال 1422 در دار احیات تراث این کتاب چاپ شده. اینجا ملاحظه بفرمایید، بله في صفحه 420 باب الصلاة على من ترك دينا، رواية 2399. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بله عن أبي هريرة، أبو هريرة روايت كارت كرسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم إن شيني فرمودا، ما من مؤمنين إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من اولا هستم به او در دنیا و آخرت، اولا هستم به او در دنیا و آخرت، یعنی سزاوارتر هستم به او در دنیا و آخرت. اقرأوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این آیه مبارکه را بخوانید، بله برید قرآن را ببینید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی الله علیه و آله و سلم.
فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا. پس هر مؤمنی که از دنیا می رود و مالی به جا می گذارد، مالی به جا می گذارد، بله، اون مالش را قومش، عصبه او، قوم او از او ارث ببرند. من کانو، هر کی هست، مرد، زن، عمو هست، خواهر هست، برادر، خلاصه اون ورثه که از او ارث می برند، ارثش به او برسد، بگیرد. و من ترک دینا او ضیاعا فلیأتنی فانا مولاه. و هر کسی که دینی به جا می گذارد، از دنیا رفته، دین به جا گذاشته، دین به جا گذاشته و ضیاع به جا گذاشته. ضیاع یعنی بینندگان محترم، اون اولاد و زن و بچه‌ای که در معرض ضایع شدن هستند، چون سرپرست از دنیا رفته، دیگر اینها پول ندارن، زن و بچه اینها در معرض ضایع شدن هستند. اینها را کسی از دنیا رفته، از او قرض به جا مانده، دین به جا مانده، و اولادهای بی سرپرست که در معرض ضایع شدن هستند. فانا مولا فلیأتنی، اونها نزد من بیایند. فانا مولا، پس من مولا هستم، من مولای او هستم، یعنی اولای به او هستم، اولای به او هستم که کفالت بکنم و او را نگهداری بکنم و او را برسم و اون زن و بچه را نگذارم که هلاک بشن. پس شما میبینید بینندگان عزیز، در حقیقت در این حدیث که در خود بخاری آمده، در اینجا مانند همون حدیث شریف غدیر، هم اولا به کار رفته هم مولا به کار رفته، و هر دو به یک معنا به کار رفته، هر دو به یک معنا به کار رفته، اولا و مولا همون، بله، در یک جمله به کار رفته که در صدر کلام اولا هست، در زیر کلام مولا هست، هر دو به یک معنا هست. و اولا و مولا یعنی اون کسی که سزاوارتر هست از همه مردم و از همه مردم احق هست به آن امر، به این معنا به کار رفته. پس همچنین می شود در حدیث شریفی که در خطبه غدیر آمده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مصدر فرموده ان کلامشان را به چی، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من سزاوار نیستم نسبت به مؤمنین از خود آنها؟ گفتن بله. من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا، پس هر کس که من مولا هستم، همان طوری که در این حدیث در صحیح بخاری اولا و مولا، اولای صدر کلام و اولای مولای ذیل کلام به یک معنا هست، در آنجا هم در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولای علست اولا بالمؤمنین من انفسهم و مولا من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا به یک معنا هست. بینندگان محترم، حالا این کلام را من خیلی مختصر عرض کردم، مبحث خیلی مفصلتر و خیلی طویلتر از این هست و من هم کمی خسته شدم. بینندگان محترم، دیگر از این بیشتر مصدع اوقات شریف شما نمیشوم و بیشتر شما را، وقت شما را نمیگم. من تا 35 دقیقه دیگر خدمت شما هستم، تلفن های شما را جواب میدم. در این مدت هر امری دارید، هر انتقادی دارید، بالخصوص جماعت عمریه، بالخصوص جماعت عمریه و بالخصوص جماعت بابا کرمیه، دجالیه، بنی عباس معاصر، اینها هر ردی دارند، بله، اعتراضی دارند، من خدمت هستم، جواب میدم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.